دوچار پارگی شد و یا اینکه در اومد، قسمت در اومد، شما به جای اینکه وردارید چسب بپیچید این قسمت رو که اصلا کار درست نیست، به دلیل اینکه این دسته باید در حال چرخش باشه، شما که زمانی که جاروبرقی رو استفاده میکنید این جاروبرقی باید به صورت 180 درجه دسته چرخش داشته باشه و اگه چرخش نداشته باشه هم مکش کم میشه، هم که دوباره به عمر زمان این دچار فرسایش و دچار خدمت عزیزان از کارگاه دیسی بوش در خدمتتونم. در مورد نحوه جا زدن لوله جاروبرقی، لوله خرطومی و دسته اون، میخواستم یه کلیپ آموزشی رو باهاتون به اشتراک بذارم که به چه شکلی اگر لوله خرطومیتون جدا شد به چه شکلی اونو جا بزنید. ما دسته جاروبرقی رو معمولا به این شکله که بعد از اینکه دسته جدا میشه، یعنی این لوله خرطومی از دسته جدا میشه، یا اینکه دچار پارگی میشه از این قسمت های انتهایی. اجازه بدید من این رو با جا بزنم که توجه بشید داخل تصویر. اگر این مشکلات براتون به وجود اومد که این قسمت از خرطومی جاروبرقیتون کنده شدن میشه، این که حالا من بهتون نشون میدم، اگر از اینجا دچار پارگی شده بود یا کلن این کنده شده بود، قسمت کلا پاره شد به این شکل و این قسمت این لوله جاروبرقی مونده. شما این دوتا خار، همه بسته‌های جاروبرقی دوتا خار به این شکل داره، کناره هاش دوتا خار رو خیلی آروم به وسیله حالا یه پیشگوشتی یا خارواسون، اون پیشگوشتی خیلی آروم فشار میدم، میبینید خیلی آروم یک طرف رو فشار میدید و طرف دیگه آروم فشار میدید جوری که خار نشکنه و با دست دیگه تونم این قسمت رو عقب هدایت میکنید به این شکل، به این شکل این در میاد بیرون. محافظ نگه دارنده بعد از اینکه در اومد بیرون، میبینید که خرطومی داخل یک عدد کوپل به این شکل قرار گرفته و به صورت پیچی هم است. شما حالا معمولا یا چپگرده یا راستگرده اینو میپیچونید، معمولا اینا معمولا چپگرد هستن و میپیچونید و باز میشه. بعد از اینکه باز شد همونطور که میبینید داخلش حالت دنده داره، میتونید یه مقدارم از چسب پی وی سی استفاده بکنید، به داخل بزنید، نظرت هم مهم نیست. اول این محفظ نگه دارنده رو قرار میدیم، بعد این کوبل اونو میپیچونیم سر جاش قرار میدیم تا انتها، تا جایی که صفر بشه کاملا، دیگه خیلی هم صرف نمی کنیم که
دنده‌هاش از داخل دچار خرابی بشه و به این شکل دوباره یه مقدار این کارها رو به داخل هدایت میکنی و دوباره سر جاش قرار میدی. همونطوری که میبینید خیلی محکم و خوب شد و به صورت اینکه 180 درجه هم چرخش خودشو داره. حالا اگه دست سمت دیگه هم بود فرق نمی کنه، سمتی که کوپلی که به خود جاروبرقی هم متصل میشه، حالا به هر شکلی که بود بازم به همون شکل این خارها رو باز میکنید. باز هم یه قسمت نگه دارنده داره داخلش و حالا هر جاروبرقی فرق میکنه با اون یکی جاروبرقی، ولی کلن همشون به یه شکلن. اون قسمت رو دوباره قرار میدیم و میپیچونیم و به همین شکل سر جاش قرار میدیم و به همین راحتی همونطوری که میبینید داخل شکل راحتی لوله ما سر جاش قرار گرفت. فقط نکته ای که هستش خیلی مهمه باید بهتون بگم که بعد از اینکه لوله رو قرار دادید این به این شکل نباید بازی بکنه. اگر این فاصله باشه باعث میشه که مکش جاروبرقیتون کم بشه و حتما باید از کوبل مناسب استفاده بکنید، یا اینکه میتونید از یه قطعه پلاستیکی به این شکل مثلا برش بدید به اندازه‌ای که اون محفظه رو پر بکنه. از یه همچین چیزی مثلا شما اندازه بگیرید، مثلا 1 سانت میخواد، 0.5 سانت میخواد تا اون فاصله رو از این داخل پر بکنه قرار بدید که این بازی نکنه، چون اگه بازی بکنه فاصله میفته و باعث میشه که اینجا هوا بکشه. به هیچ عنوان هم این داخل چسب استفاده نکنید، چون این باید داخل باید بچرخه، همونطوری که دسته باید در حال چرخش باشه این کوپ هم باید بچرخه و از چسب استفاده نکنید. چسب رو میتونید اینجا استفاده بکنید این داخل، ولی این داخل کوپ اصلی نمیتونید استفاده بکنید و باید آزاد باشه تا بچرخه. اگر این ویدیو براتون مفید بود ما رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. ممنونم که ما رو حمایت میکنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.